پس چرا ما رسانه دار نیستیم؟ برای اینکه ما رسانه دار بشیم، به مردم هوشیاری بدیم، لیدری میکنیم و کشور رو از این حالت نجات میدیم، وارد حالتی میکنیم که مردم به خاطر تخم مرغ و آب و برق و گاز و اینا بلند نمیشن، به خاطر خرد بلند میشن. وقتی که اون اتفاق بیفته، کشور تغییر بسیار زیادی خواهد کرد و شقب دیگه تولید نمیشه، بلکه انقلاب تولید میشه و نه کودتا و نه شقب. یک انقلابی تولید میشه که تکلیف مشخص میشه. بس راه نجات فقط یه استارته و بدونید که در فاز دو من توضیح دادم بهتون چه خواهد شد. و متاسفانه هر کاری هم بکنیم، ما تنها نکته ای که در توییتر زدم و یک بار تکرار میکنم، ما برای تغییر رژیم احتیاج به رسانه نداریم و تا رسانه نداشته باشیم رژیم عوض نمیشه. این دوتا مترادفه، متضاد نیست. چرا؟ چون تا وقتی که ما رسانه نداشته باشیم، یعنی این گروه ها همه با همن و دنبال کودتا و قتل و غارت مردمن و آزمایش اوناست نه آزمایش ما. و حالت اول اینه که ما بدون رسانه میتونیم رژیم رو عوض کنیم. چرا این کار رو نمی کنیم؟ برای اینکه اینا همشون با هم منتظرن که یک حرکت بزرگی انجام بشه تو کشور، و فقط هم ما میتونیم، فقط ما میتونیم ایران رو بریزیم به هم. و اگر این اتفاق بیفته، به سرعت سواری میشن، وقت منم میشم مثل همون احمقایی که در 88 اومدن سر صف وایسادن خر برف میخوندن، منم میشم مثل اونا. من اصلا نمیخوام شعر خر برفت رو بخونم. من میخوام اونی که خره رو دزده بگیرم، خرشم صاحبش برگرد.